علی متحری نماینده پیشین مجلس میگه نه تنها روسیه در ایران نفوذ کرده بلکه جمهوری اسلامی در دامن روسیه و چین افتاده و سیستم های امنیتی خفقان آور این دو کشور الگوی نهادهای امنیتی ایرانه. متحری در گفتگویی که منتشر شده انتشار عکس جنجالی سفرای روسیه و بریتانیا در ایوان تاریخی سفارت روسیه در تهران رو دارای پیامی از سوی مسکو برای تهران دونست وی گفت که این عکس این پیام رو در خودش مستتر داره که امروز ایران تحت سیطره ماست این هم نشون میده که ما تا حدودی در دامن روسیه و چین افتادیم. اشاره وی به انتشار عکسی از دیدار سفیران روسیه و بریتانیا در ایوان تاریخی کنفرانس تهران در سفارت روسیه است که پس از دیدار رهبران روسیه، آمریکا و بریتانیا در این مکان در سال 1322 نیروهای متفقین با وجود اعلام بیطرفی ایران وارد خاک کشور شده و ایران را به اشغال درآوردند. در این عکس سفیر روسیه در ایران در کنار رئیس جدید نمایندگی دیپلماتیک بریتانیا در ایران و یک صندلی خالی بر بالای پله های ورودی ساختمان سفارت روسیه دیده میشه با آنکه سفرای روسیه و بریتانیا بابت این عکس عذرخواهی کردند اما انتشار اون جنجال گسترده در عرصه سیاسی ایران و فضای مجازی ایجاد کرد با این حال پس از انتشار این عکس کاربران وابسته به حکومت در فضای مجازی بیشتر به سفیر بریتانیا تاختن و انتقادهای چندانی متوجه سفیر روسیه و مسکو نبود. علی متحری با اشاره به این موضوع گفته برخورد دوگانه نسبت به سفیر روسیه و نماینده بریتانیا توسط برخی از افراد موسوم به انقلابی نشانه ای از نفوذ روسیه در نظام حکمرانی جمهوری اسلامیه. وی از اینکه صدا سیمای جمهوری اسلامی به جای حمله به سفیر روسیه که به نظر وی نقش اصلی رو در این ماجرا داشت بیشتر به سفیر بریتانیا حمله کرد ابراز تعجب کرده و گفته این یکی از قرائنیه که نشون میده روسیه در نظام ما نفوذ کرده و حامیانی پیدا کرده این نماینده سابق مجلس به ضربه هایی که از اول انقلاب 57 تا کنون روسیه به ایران وارد کرده اشاره داشته و از جمله گفته در برجام روسیه همواره از ایران به عنوان ضربه‌گیر در مقابل آمریکا استفاده کرده در سوریه هم دست اسرائیل رو برای حمله به نیروهای هوادار ایران باز گذاشتن و نمونه دیگر بدعهدی روس ها در تحویل دادن واکسن به ایرانه متحری غربی ها رو در مقایسه با روس ها رو راستر و صادقتر معرفی کرده و افزوده اونها نفاق کمتری دارن ولی روسیه اینطور نیست و پیچیده عمل میکنه وی از اینکه ای در ایران به نام انقلابیگری برای دوری از آمریکا و غرب آنقدر عقب رفتن که از اون طرف پشت بوم افتاده و در دامن روسیه و چین قرار گرفتن انتقاد کرده او به سراحت گفته الان سیستم امنیتی خفقاناور این دو کشور الگوی نهادهای امنیتی ماست و این اشتباهه چون اونها کشورهای کمونیستی بودن و برای آزادی بیان ارزش زیادی قائل نیستند. به دلیل روابط تاریخی ایران و روسیه هموار حساسیت خاصی در شهروندان ایران نسبت به روابط دوجانبه تهران مسکو وجود داره. با این حال جمهوری اسلامی از رابطه با این کشور به عنوان رابطه‌ای راهبردی راه بردی نام میبره. این در حالیه که در موارد متعددی از جمله ماجرای توافق برجام با غرب و واردات واکسن به ایران اسناد روشنی نشون از بیعتنائی روسیه به تفکر راهبردی بودن رابطه با ایران داره. ابراهیم رئیسی در گفتگوی تلفنی با ولادیمیر پوتین توسعه روابط با روسیه رو اولویت مهم سیاست خارجی رژیم برشمرد و گفت به دنبال رفع موانع در روابط و گشودن درچه های جدید همکاری و مصمم به افزایش حجم تجارت دو جانبه با روسیه هستیم. اراده جدی برای نهایی کردن هرچه چه سریعتر سند جامع همکاری های ایران و روسیه داریم. از ابتکار مسکو برای به جریان انداختن فرایند عضویت ایران در سازمان همکاری های شانگهای تشکر و اون رو اقدامی در راستای تحکیم مناسبات بسیار نزدیک فیما بین ارزیابی کرد. ولادیمیر پوتین در این گفتگوی تلفنی اظهار داشت سخنان رهبر زپرتی ایران که فرمود سطح بالای اعتماد متقابل و ظرفیت بالای اقتصادی در دو کشور میتونه منجر به رسیدن به نتایج ملموس در عرصه های دو جانبه بشه به خوبی در یاد بنده نقش بسته از طریق رئیس دومای روسیه که در حاشیه مراسم تحلیف با جناب عالی دیدار کرده بود از پیشنهاد انعقاد قرارداد جامع همکاری دو جانبه مطلع شدم و از این ابتکار مثبت استقبال و حمایت می کند. قاضی مرگ همچنین در گفتگوی تلفنی شی جین پینگ رئیس جمهور چین با بیان اینکه تصمیم نظام بر توسعه و تحکیم روابط راهبردی با چینه گفت ارتقای سطح همکاریها و گسترش روابط با چین اولویت دولت ایران در عرصه سیاست خارجیه اجرای کامل برنامه همکاریهای جامع ایران و چین باید در دستور کار همه های دو کشور باشه جمهوری اسلامی ایران با حمایت کامل از اصل چین واحد دخالت گستاخانه آمریکا در امور داخلی این کشور را محکوم میکنه غصاب تهران در خصوص ویروس چینی گفته سیاسی کردن مسئله منشای بیماری همگیر تهدید جدی سلامت و بهداشت جهانی بوده و نمونه ای از تلاش برخی کشورها به منظور منظوی کردن چینه شی جین پینگ نیز در این گفتگو با ابراز خورسندی از اینکه روابط دو کشور در پنجاه سال گذشته فارغ از تغییر شرایط بین المللی رو به گسترش بوده گفت روابط دو کشور به خصوص پس از توافق برنامه همکاری های جامعه ایران و چین نتایج و دستاورت های چشمگیری داشته رئیس جمهور چین با بیان اینکه بعضی از کشورهای غربی با استفاده از بهانه ریشه یابی شیوع بیماری چینی به بازی سیاسی روی آوردن از حمایت ایران از چین در موضوع منشأ ویروس تقدیر کرد جمعی از کنشگران مدنی و حقوق بشری از محل کشته شدن پویا بختیاری تا مقابل منزل ناهید شیرپیشه مادر او راهپیمایی کردند اما به محض رسیدن به محل زندگی پویا بختیاری ماموران نیروی انتظامی و یگان ویژه تعدادی از اونها را به زور سوار بر خودروهای یگان ویژه کرده و به محل نامعلومی منتقل کردند. از محل انتقال این افراد همچنان خبری در دست نیست اما تعدادی از اسامی بازداشت شدگان در اختیار قرار گرفته نرگس محمدی فعال حقوق بشر راحل راهمی و بهزاد همایونی از فعالان مدنی از جمله بازداشت شده ها هستند طبق اطلاع این کنشگران در مسیر راهپیمایی خودشون هم صدا خوندن تا به بردن نان بندگی خوردن زندگی نمی ارزه بی نوای آزادی گفته میشه تعداد بازداشتی ها بیشتر از اسامی که تا الان منتشر شده در طول تاریخ و به ویژه در جمهوری اسلامی از دوکان محرم و این هیات ها که پرچم شده سایه ای برای پوشش فساد، دزدی، جنایت و تخدیر جامعه گرفتار و افیون زده، سهم مردم ساده دلی که نقش پایه این پرچم رو داشتن و این بساط رو به نفع اسلام سیاسی و نظام فاسد نگه داشتن هم جز چوبش نبوده. اون هم بدون وازلین. سپاس از اینکه کانال چه خبر را دنبال می‌کنید. لطفا کانال را سابسکرایب کنید و علامت زنگوله را هم فعال کنید تا از تازه ترین ویدیوهای ما با خبر شوید. پاینده باشید.